برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. فهد الجلاجل وزیر بهداشت عربستان روز یکشنبه گفت در مراسم حج امسال 1301 نفر جان باختند که 83% از آنان افرادی بودند که مجوز شرکت در مراسم حج را نداشتند. وزیر بهداشت عربستان افزود این افراد بیشتر به علت پیاده روی طولانی مدت زیر نور خورشید و نداشتن سرپناه و محل استراحت دچار گرمازدگی شدند و جان باختند، که در میان آنان افراد سالمند و دارای بیماری‌های مزمن هم وجود داشته است. گروهی از محققان دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای جیا اویتونگ روی 2,300,000 نفر پژوهشی وسیع انجام دادند که نشان می‌دهد مهمترین عامل در پیری سالم و طول عمر سلامت ذهنی است. آنها همچنین تأکید می‌کنند که میان طول عمر و مصرف پنیر ارتباط محکمی وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که افرادی که از سطح سلامت روان بالاتری برخوردارند در برابر اضطراب بیشتر مقاومت می‌کنند، پنیر بیشتری می‌خورند. گفتنی است که در بعضی از روایات آمده که اگر پنیر به تنهایی خورده شود موجب درد، بیماری و ضرر می‌شود، اما اگر همراه مغز گردو خورده شود نه تنها ضرری ندارد و مکروه نیست، بلکه یک وعده غذایی مفید و مطابق روایات شفابخش است. با گرم شدن هوا، شیوع بیماری ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات حاد، شماری از باشنده های استان های مختلف افغانستان را که از سیلاب های اخیر متضرر شده اند، نگران ساخته است. آنان در گفتگو با رسانه ها نبود آب پاک و امکانات بهداشتی لازم را از عوامل عمده شیوع این بیماری ها در مناطقشان عنوان کردند. این سیلاب زدگان در حالی از افزایش بیماری ها در مناطقشان شکایت دارند که پیش از این سازمان جهانی بهداشت از شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در افغانستان هشدار داده و گفته بود که موارد اسهالات و سایر امراض ناشی از آبهای آلوده در حال افزایش است. این سازمان در گزارش دو هفته قبل خود گفت که وضعیت سیلاب زدگان در شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است.